أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، مالك يوم الدين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اگر نظر شریفتون باشد، در درس های گذشته وقتی که اهداف چهارگانه فرمان را بیان می کردیم که یک مقدار هم روی یکی استادگی کردیم، مسئله اصلاح حال مردم بود. در اونجا جا داشت اشاره کنیم که در نظر داشته باشن اشخاصی که درباره این فرمان به فکر میپردازن، میاندیشن، اونجا باز استصلاح الناس، اصلاح مردم، مسئله مردم را مطرح کرده بود. اگر این بحث را که ما شروع کردیم، اینکه مورد اداره و مورد مدیریت و سیاست در این فرمان انسان به طور عمومیه، در این موادی که بحث خواهد شد خواهید دید که همون فهرست استصلاح ناسه، اصلاح مردمه. چون واقعا اگر مدیر و سیاستمدار با این مواد برود سراغ انسانها، کدام انسان است که اصلاح نشود؟ مگر رو لجاجت میشه؟ مگر بعد از اینکه این گونه با او رفتار بشه، انشاءالله عرض خواهد شد، و اشعر قلبک بیاد الرحمت للرعیه و المحبه و چران بس خواهد شد. بعد از این دیگه نه اینکه این میشه مدینه فاضله را بالجبر ایجاد میکنه این مطالب، نه، اما این مقدار هست که درون انسانهای آگاه و خوش نیت با اونهایی که واقعا در این دنیا میخوان در حیات معنادار زندگی کنن، این مواد اصلاحش در همینها تأمین شده. در اواخر درس گذشته عرض شد که از اونجاهایی که امیر مومنین علیه السلام الناس را به کار برده به طور عموم این است: انصف الله و انصف الناس من نفسک و من خاصت اهلک و من لک فیه هوم من رعیتک. الناس و رعیت اینجا هر دوتاش مطرح شده است. معنای این جمله عبارت از این است، یعنی گاهی در ادبیات به طور ذوقی شنیده اید که من آقا سه سخن با شما دارم، سه سخن. اولش این است که شما بدبین نباشید، دومش همین است که باز بدبین نباشید، سومش همین است که بدبین نباشید. این جمله که عرض کردم انصف الله و انصف الناس سه سخن دارد. اولش این است که ضوابط نروابط، دومش هم این است که ضوابط نروابط، سومیش میمونه اونم این است که ضوابط نروابط. مالکا شوخی با انسان ها نکن، اینطور تلقی نکن که وقتی که تو مدیریت به دست گرفتی، وسیله اجرای مشیت و اراده تشریعی خداوندی در جامعه شدی، تو آفریننده اونها هستی. فراموش نکن همون انسان هستی که دلت میخواهد ضابطه و قانون از تو دفاعی بکند که به حقت برسی، همون را درباره همین انسان ها در نظر بگیر. مبادا فرق بگذاری ما بین خودت و دیگران، ما بین قوم خویشایت، ما بین کسانی که به اونها را دوست داری. دوست داری یعنی چه؟ عدالت که به دوست من مربوط نیست. معروف بود که
یکی از مراجع بسیار بزرگ رحمت الله تعالی علیه، مثل این که به امام تقی شیرازی رحمت الله علیه کهن سالان در نجف نقل میکردن، میگفتن که ایشون یه وقتی میخواستن حقوقی به طلبه ها بدن، سهمی بود، به او گفتن آقا فلان کس که شما میخواید به او سهم بدهید از سهمام، ایشون به شما بدبین است و به شما ناسزا گفته. میرزای مرحوم فرموده بود که در منابع فقهی ندیدم که یکی از شرایط استحقاق مال ما این است که به من محمد های پوش ندم. یکی از شرایط این نیست، بید آقا حقوق مرحوم بدید. مرحوم این آموز و تقیی شیرازی از میرزا معروف بودی که گفته حالا اگر به من منو ندوست ندارم نداشته باشه، مگر من قسم خوردم برای اینکه حقوق انسانها را، من حقوق امام سهم مبارک امام اسلام را به کسانی فقط مرا دوست می‌دارن. این داستان ازشون خیلی معروف بود و نقل می‌کردن، ایده نقل می‌کردن. به هر حال این جمله‌ای که عرض کردم، هیچ جامعه‌ای روی رستگاری نخواهد دید مگر اینکه به این اصل عمل کنه. و همونطور که در دست گذشته عرض کردم، ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا، باعث نباشد شما را وادار نکند که با یک کسی خصومت داری، عدالت نورزی در باره او. حقیقت این است که از تو باید این جمله صادر شود ای امیر المؤمنین، چون این گونه بودی که میگویی حقوق ابن ملجم مرادی را قطع نکردی. تو بگو ای علی، بگذار دیگران ادعا بکنند، بگذار دیگران بگویند و به سخن دل خوش باشند. این حق توست که بگوی حقوق ابن ملجم را قطع نکردی. درود عالمیان بر روان و جان تو ای امیر المؤمنین. چرا وقتی که این جملات را از تو میشنویم مانند یک سروش الهی و یک نغمه الهی اونها را به جان نپذیرید؟ کرده ای میگوی، عمل انجام داده ای و میگوی. این یک جمله. مسئله ای که اینجا باز اشاره شد دوباره میخوام عرض کنم اونیه، عداوت های خصوصی، حساب های شخصی، اگر بدانید چه دودی از دودمان جوامع در میاره، حساب‌های شخصی نبوغ‌ها را از بین برده، چه استعدادها را به خاک کشیده. از کردم ما با دست خودمون با یک اهانت به یک دانشجو، با یک اهانت به یک انسان معمولی، میدانید که او را چه کرده ای؟ احتمال نمیدهید روز قیامت یخی ما را بگیرم بگن قاتل بفرمایید، آقای قاتل تشبیاری سوال از شما خواهیم کرد این چه کرده بود این را نابودش کرد، چرا نبوغش را به یه عیبی. حالا البته یک دفعه عیب این است که مخله، بل آقا مخله بر جامعه است، عیبی است که واقعا فسق و فساد و فجوری است که آلوده می کند زلال آب حیات زلال جامعه را. البته اونجا برای دفاع خود از دفاع از جانهای آدمی ها خواهد گفت که جلوی را بگیرید. و اما بعد آقا مثلا میبایست چه یه روزی مثلا یک به یه نامحرمی نگاه کرد، خب حالا شده دیگه، اتفاق افتاده، چه میدانید که شما او توبه نکرده باشد، چه میدانید که اون روز اصلا حواسش پرت بوده. آقا این عیب جویی و اینکه هزاران هنر دفن می شود زیر یک عیب، یکی از مسائل است که این جمله امیرالمومنین می فرماید که مالک دستور به اینا ترکش کنند. البته باز عزم می کنم اون اشتباه نشود. خب یک دفعه این است که شما می دید بچه ایست کبیر کشیده می خواد کتابخانه آتش بزنند، او باید بگیری مقاومت کرد، دست اون وارشا باید بزنی اگر موچون کتابخانه می خواد آتش بزنی. اما یه دفعه این است که نخیر، روی مختزیات نفس و انسان شما اگر بخواید بنشینید فقط کسانی که یا از شما از اونها راضی باشید اونها را مشمول عدالت قرار بدهید، از اینجا برید بالا، اینجا جاش نیست. این زمین، این عرض شود که دعا
دنیایی که ما در او هستیم معروف هست، علم کرم روایتش را من دقیقا ندیدم، معروفه میگن یه روزی حضرت موسی بعد از مناجات به خدا عرض کرد که خدایا چه کنم مردم همه از من راضی باشن؟ حضرت فرمود، خداوند فرمود موسی چه تقاضایی تو از من میکنی؟ من مردم رو از خودم راضی نکردم، نیذاشتم که مجبور نکردم از من راضی باشن، روزیشون میدم به کمالشون، همه وسایل و ابزار ترقی را در خود، از من ناراضی هم و تو را مرمون از تو راضی کنم، برو آقا برو بکنه بدست. خوب مرازه فرمودی، این اما یک مسئله است که باید اونچنان که من میگویم مردم باید اونچنان باشن و مردم اونچنان که من هستم باید، حالا این باید از کجا آمده خدا میدونه، واجب این است که باید بدونن که من کیستم. آقا نمیخوام بدونن، بکوش این مردم ها نمیخوام بدونن. فرض از میکنم ها قاصر ذهنش نمیرسه، هزار گونه وسیله است. البته اگر انسانی سراغ داشتید با اینکه چشمش بازه، با اینکه اعصاب چشمش خوب کار میکنه، هوا هم ابر نیست، شب هم نیست، آفتاب میگه آفتاب وجود نداره، این خوب باشه، با خوب باشه هر رفتار میخوای بکنید بکنید، اونم اول به نظر خوب باشه نگاه کنید، دیگه شاید که یه علل جبری داره، شاید یک عواملی پیش آمده. اگر دیدید لجاجت میکنید میخواد مقابل حق بیسته، مالک اوی مسئله دیگر است، پس عیب جویی نکن در مردم. و واقعا هم همینطوره، کیست که از عیب عرشبت که خالی باشه؟ کیه؟ تا این دنیا هست، تا جایگاه تلاقی ماده و روحه، جایگاه تلاقی ماده و روح گلالود است. آقا چی میگی تو؟ تمام شد، این گلالوده. این گفت که اگر بخوای تو با انسان ها، این که بعض وقت میگن سینما لا مال تنگ در دست، ای دریغا مرهمی، جانز تنهایی به لب آمد، خدایا همدم، سینما لا مال در دست، ای خدایا مرهمی. این واقعا تنهایی برای انسان ها هست احساس، ولی این احساس که میبیند در انسان ها عیب، نباید با گفتن عیب او را بدترش کنه، نومیدش کنه، مایوسش کنه. مارکا این مردم را بیار تو برای وصل کردن، تو را به وصل کردن میفرستم ها، یادت نره، نه برای فصل کردن. این یه جور. بعد و از این انسانهایی که اون انسانهایی که میخواهند همیشه معایب مردم را به تو بگویند، باید از تو دور بشن، دور کن از خودت، دور کن، نگذار اونها به تو نزدیک بشن. عرض کردم اثبات فسق، اثبات ای از نظر شرعی، از نظر دلایل شرعی، و هیچ راهی نماند مگر اینکه باید این کیفر ببینه، او از نظر فقهی هیچ جای تردید نیست. بحث این است که ما فقط بشیم کارمون این است که این آقا این عیبش چیه، ولا تجسسو، تجسس نکنید از عیوب مردم، همه دارن دیگه، همه مبتلا هستن، منتهاش راه های شبه گاهی مثلا میبینم که خب بعضی ها واقعا خب تظاهر به فسق میکنه دیگه، حتی اونجا هم آدم میگه خدایا این چه اشکال داره. بعضی وقت میبینید بعضی ها یه جوری عجیبی با این روسری را زده این طرف ها با یه وضعی آمده مینا، این سامی که خدایا این چرا اینجور شده، حقارت احساس میکنه بیچاره، میخواهد این شکی به من نگاه کن، به من نگاه کن، او را چیزش کنی. با این حال انسان میگه باز یه خود باید دربارش فکر کرد که چیه، علت چیه، عاملش چیه. اون وقت اگر عامل لجاجت توی بحث دیگه است، برای ممکنه که نمیداند، مطلع نیست، لذا همیشه باید کوشش داره باشه که ما بر آگاهی مردم بیفزاییم. این هم یه مسئله. اطلق عن الناس عقدت کل حقد مالکا، گره هر گونه کینه را از درون مردم باز کن، نگذار مردم با تو یک حالت گرفتگی داشته باشند. نام تو وقتی بیاید انبساط پیدا کنند، شکوفا بشند،
که بگوین خدایا شکر تو را میگذاریم، در دوران کسی ما داریم زندگی میکنیم که او تمام هدفش گسترش عدالت است. کاری نکن که مردم از تو کینه به دل بگیرن. باز از کردم، معناش این نیست که دونه دونه افراد مصر یا هر کجا که تو میخوایی بری حکومت کنی باید از تو صد درصد راضی بشن. اون اصلا امکان پذیر نیست، به جهت اینکه شاید هم اکثریت اونطور که تو میخوایی از تو راضی رو بگیرن که هواوت میخوان. خود از امیر المومنین بالاتر نخواهد شد، از خود علی ابی طالب بالاتر نخواهد شد. یه 30-40 تا مارکشتری اونم در اون رده دوم باید بگیم، در رده خیلی بالا 3-4 تا بیشتر نبود که شناختن این مرد را و میگفتن علی تا حدودی تو را شناخت. خب مسلمن نمیشه مجبور کرد مردم تا را مالک اونچنان که هستی بشناسن، اما کاری کن که تعمدن و آگاهانه روی دلیل به تو کینه توزی نکنن رو دلیل. و الا خیلی خوب هواوزش گرفتی جو بذار باشه، سرشا به هر چنگی میزنه بذاره، تو اگر جیر حضور مشا گرفتی بگیر. او حقد سرد است که خود شدیدترین عداوت رو باد داشته باشه، داشته اون رو ناراحت نباشه. به جهت خود از دفتار فرمود میدوید چرا حرف ما جور دمیا؟ برای اینکه انا اریدکم لله و انتم تریدونی لانفسکم، من شما را برای خدا میخوام، شما مرا برای خودتون میخواهید، برادر را جور نمیا. همین. این مانعی نیست که مردم خوششون نیاد. اما اینکه تا بتوانی ریشه کینه را، گره را از درون مردم منتفی بساز، مردم در تو آرمان ببینن، مردم در تو ایدئال ببینن، حتی وقتی که علی بن ابی طالب از این دنیا رخت بربست. شخصی که رفته بود شام، معاویه خواستش و با او صحبت کرد که بگو علی را توصیف کن. گفت آقا رها کن، رفت دیگه، گردش تا بکن، زندگی تا بکن. اون شیر که پنجه هایش در عراق گسترده بود رفت زیر خاک. گفت نخیر، تو باید بگی. اصرار کرد، زرار بود اسمش. در اونجا بعد این دارد که وقتی اون زرار مجبور شد توصیف کرد، بعد میگه آقا گریه کرد و گفت رحم الله ابا الحسن لقد کان کذلک، خدا رحمت کنه ابوالحسن رو همینطور هم بود. یعنی مثلا این گفت تو گفتی همینطور بود، یا میدانستی این لای لای چرا تو را به خواب نبود، تو که میدونستی این لای لاییست، تو که میدانستی. خب این خیلی تفسیر میخواد درباره انسان ها. حالا ایشون نخواهد در ایران، نخواهد، باز در ویرانه بر جغدان فتاد. جغد هیچ وقت باز را نمیخواد، میگه آمده جای ما را تنگ کنه. کار جغدی او میگه عجیبه ها، آقا اینا پروبارش را بکنید، از این ویرانه بیان آمده، میخواهد آقایی ما را بگیرد، میخواهد امتیازات حیات مادی را از ماها بگیرد، بیرونش کنید. باز در ویران بر جودان فتاد. هرچی گفت آقا من مهمانم، من میروم، عشق و علاقه به این ویرانه شما ندارم، من مسافرم. باور نمیکنه، نه اینکه خودش چنگال زده خیام که این آمده چنگال بزنه، درست اونچرا که در درون خودش هست میخواند و اون باز ملکوت پرواز به نام علی رو هم مثل خودش میگه اگر بره. بعد رفته داره گریه میکنه، میگه عجب، بعد رحم الله ابوالحسن لقد کان کذلک، خدا رحمت کند ابوالحسن را، همینطور است که تو میگویی. این داستان بشر غم‌انگیزه، اینا گاهی واقعا جدی تلقی کنید. متاش اشخاص که ظرفیت ندارن مطالعه نکنن، خیلی غم‌انگیزه. 30-40 هزار آدمش کشته شده، همین علی بن ابی طالب سر چی؟ سر هیچ. آدم وقتی حساب نمی‌کنه هیچ، تا اونجا که قلبم را با
خون و چرک پر کرد، ملعتم قلبی قیها، خدایا مرا عوض کن، از اینها بگیر. اون مرد ببینید چه شده چیکار کرده. این معلومه که اشخاص را میدید که نمیخوان او را، و اگر تحلیل دقیقه میکرد یا چرا نمیخواید این مرد را، کسی که به عقیق گفت، عقیق گفت میخوام برم، آقا گفت بفرم اون کفشات بچه ها بودن که کفشو جب کنید، گفت یک سا به ایستاد قریب یک من گندم اضافه بده، بچه هاش آورد پیش من که انما سودت وجوههم بالعلم و آودنی مؤکدم، هی برگشت تأکید کرد و کرر علی القول مرددا، هی تکرار کرد، فسقه تو الیه سمعی، گوش دادم، فرا دادم، و ظن انی ابی هودینی و اتبع قیاده مفارقا طریقتی، گوش دادم، برادرم گمان کرد که دینم را به او خواهم فروخت و هر طور که او منا بکشه منم دنبالش خواهم رفت، خواستم برای او علنیش کنم که من چرا از مال مردم نمیتونم به تو بدم، سب کن حقوق خودم برسه از حقوق خودم میدم، سب کن از مال شخصی خودم جور بشم بدم، نمیدم از بیت المال نمیدم، فهمیت له حدیده فدنیتها من جسمه لیعتبر بها فوجه وجی جدید نفم من علمها و کادن یحترق من میسمها من میسمها. برادر بون گفت میخوام برم، گفت بفرمایید، امروز برید بهتر از فرداست. حتی در بعضی از روایت هست که در پشت بام نشسته بودن صحبت میکردن، بازار باز بود، دکانها باز بود، در یه روایت دیدم حضرت فرمود که عقیل بلند شو بریم، همین صندوقا رو هم باز گذاشتن، بریم از اونجا دو تایمون از اموال مردم برداریم بیاریم. گفت اوثار قنج توک، در حالی که میخوام دزدی کنم آمدم پیشو، یعنی آمدم من دزدی یاد بدی. گفت سرقت از مال یک نفر دو نفر کجا، سرقت از همه جامعه کجا، تو برای میخوایی سارق یاد بدی به مال جامعه؟ حالا اون یه نفر دو نفر رضایتش آسان به دست میاد، اوثار قنج توک. عقیل رفت و رفت، علی نشست و نشست بر همون جای خودش، الان هم هستش علی ابی طالب، عقیل هنوز هم داره میده و در تاریخ عقیل ها ثابت، علی ابی طالب ها ثابت و عقیل ها رونده. با اینش خیلی هم دوست داشت علی را، امیر المومنین او را دوست داشت از نظر عاطفی. آقا اینجا را دقت کنید، خیلی دوست داشت عقیل را، امیر المومنین از نظر عاطفی. توجه فرمودید؟ با اینا گفت میخوام برم، گفت بفرمایید، معطل نشید، بفرمایید. مقصود این است که این که بیاییم بگیم هیچ، همه بگن ایدئال است این انسان، این نمیشه، جاش اینجا نیست. اما تا بتوانی مالکا کینه با دلیل نگذار تو دل مردم، کاری نکن که عقده ریشه داشته باشه، البته برای حوادث داشته باشه، اونقدر عداوت داشته باشه. بله، ابن ملجم حقی داره با ابن طالب که میاد این مرد بزرگ بشریت را از پادرین حقده دیگه، این عداوته، این خصومته. اما وقتی دقت میکنید، تحلیل میکنید، میبینید که چی؟ علا شفا جرف نهار، بی اساس، غلط رفته، خطا رفته. خب اینجا چه داره؟ مارکا باز کن گره مردم را، گره کینه های مردم که گره نبندند. والا اینجا که الناس، حالا اگر نسخه های دیگر العرب داشته باشه توش ما که نمیدونیم، این الناس هر کی میخواد بشه بشه، المسلم نداره، الناس داره، الف لام نون عرف سین، الناس. شما کدام قانون حتی اقل تا زمان امیرالمومنین دارید، حتی الان هم همینطور، که این رنگی از نجات و محیط را نداشته باشه؟ الناس به این گسترش، الناس به این عمومیت، مثلا ناس اسم جمعی، الفلام هم چه آمده روش افاده عموم هم میکنه. خب بعد میفرماید که باز ناس
ماریکا ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیت کفی نفسک. الان بحث های حقوقی شو نمیخوایم بکنیم، الان فقط بحث این است که این فرمان پر از ناس مردمه، پر از مردمه، نباید انصاف را بعضی ها کنار بس هست، یعنی نباید اینقدر بی‌انصافی کرد که بیاییم بگوییم دین اسلام از محدوده عربستان صادر شد و مختصه. نه این هست، اینه. آیا شما این فرمان که فقط ما رو اونجاست، آیا این نمیتواند فراگیر بشه؟ آیا این نمیتواند فراشمول باشه؟ فرمود سپس برای حکم در میان مردم بهترین مردم جامعه را از نظر خیشتن انتخاب کن، محبوبترین مردم در نظر خودت. برای نظر خودت مالک شخصی را گذاشتیم کنار، مالک نداری، نماینده پسر ابی طالب داری. مالک رفت، مالک رفته بود، اگر مالک نرفته بود که ابی طالب اونجور گریه نمی کرد. مضطرب شدیم، مرد مقاوم تر مرد تاریخ وقتی اسم، وقتی خبر شهادت مالک را شنید، اصلا واقعا مضطرب شد دیگه. مالک و با مالک، مالک چه مالک، و دیگر کجا ما به مالک خواهیم رسید؟ نسبت مالک بر نسبت من بود بر ابی طالب. این مالک رفته بود، مالکی نداشتیم اون روز. از موقعی که رقالو ربنا الله الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، اینکه مالک از اونها بود که ربنا اللهش صاف گفته بود تمام شده بود. توجه فرمودی؟ این اگر بگوید افضل رعیت کفی نفسک، نه نفس توی مالک مشخص از قبیله فلان دارای امیال شخصی هوا و شخصی، نه نه نه، مالکی که منش رفته یک منه، من قابل نماینده گرد ابی طالبی پیدا کرده، نماینده علی. آقا یه خود فکر کنید، نماینده علی ابی طالب شدن که اصلا این طبیه که بابا این همه من آمد ای مصر یا بگیر اینجا آمد، افضل رعیت کفی نفسک، او را انتخاب کن برای قضاوت، برای حکم در بیان مردم، نه در میان اون چی که تو میخوایی. این پنجم. باز میفرماید الناس و منها اصدار حاجات الناس یوم ورودها علیک. ماریکا کاغذ بازی را بگذار کنار، نیازهای مردم همون موقع که وارد شد، برادر برخیز، اصلا کار تو برطرف کردن نیازهای مردمه، این نیاز به در تو آمده، مأمور رفع نیاز هستی. البته حضرت اینجا یوم فرموده، مقصود واقعا همون 10-12 ساعت روزی نیست، مقصود این است که در اسرع وقت احتیاج مردم که به تو رسید در برابرش باید بکوشی، هر چه تأخیر بکنی با امکان برآورده نیاز تو عاصی هستی، تو معصیت میکنی. باز داریم چه الناس. بعد در مسئله تنظیم اقتصاد و گرفتن مالیات ها از مردم میفرماید دقت کن، خیلی منطقی رفتار کن، لأن الناس کلهم ایالون علی الخراج، مردم همه تحت کفالت بلاغا مالیاتن. الناس، باز الناس، ما ان اکثر حاجات الناس الیک من مالا معونت فیه علیک من شکات یا من شکات مظلمت او طلب انصاف فی معامله. ماریکا درست دقت کنی، نیازهای مردم اغلب مشکل نیست، خودتا آماده کنی همه نیازها آسان میشه برای تو. اگر بخوای در صدد برآوردن باشی، نیازها بر تو آسان میشه. من اتو شوق آور دینی کلب در طلب، من که از لعل سخنگوی توز اختزاست. انسان با نیت خود مانع را مقتضی میکنه، مقتضی را مانع،
اصلا مقتضی ها نمیخواهد اون مقتضی برمیگره مانع میشه، خود به خود مانع میتراش آدم. مالک مانع نتراش بر مردم، اغلب نیازهای مردم قابل رفعه. خب مگر یه دشواری پیش بیاد، یه اخوی مسئله دیگه است. البته بحث مشورت که اون به جای خود انشاءالله بحث خواهد شد. به هر حال اگر ضعف نشون بدی در مقابل نیازهای مردم، خب تو هی ضعیف میشی. تو توکل به خدا بکن چنانکه خواهد آمد، قدرت از خدا بگیر. وقتی که ساعت کار وارد کار خودت شدی، بگو پروردگارا من آمدم آماده ام برای رفع نیازهایی که من مأمورم این نیازها را برطرف کنم و تا قدرت دارم انجام خواهم داد. اون انرژی تولید میشه در انسان و در انسان قدرت تولید میشه. این چی میفرماد؟ اغلب نیازها آسان است. این که بله الان عرض میکنم این مطلب تمام بشه، بعد اینا جوابش عرض میکنم. اجازه بدید این مطلب تمام بشه. خب باز میفرماید که کسی در تو وقتی تعهد میبندی، از تعهد تو سوء استفاده نکنه. و مردم باز اینجا با مردم سر و کار داریم، چی ان شاء الله در بحث تعهد بحث مشروعی خواهیم داشت که شاید یکی از اون موارد فرمان که اگر این بشر میلیون ها سال دیگر زندگی کنه و برای خود اساسی ترین مسئله را درباره تعهد و پیمان ها بخواد بشود همینجاست. ان شاء الله اینا بحثش خواهیم کرد. اینجا باز ملاحظه میکنید الناس و ایاک و الاستعثار بمن ناس فیه قصوه. ضامن ابدیت اینه، بپرهیز از اینکه مقدم بداری خود را یا اونها چی وابسته به تو هستند به مردم، در چیزی که مردم همه اونجا مساویان. مبادا مواظب باش، مقدم مدار، ترجیح ندی. و انسان، من آدم قاهی فکر میکنه، یه وقتی مینوار مثال از میکنم، صف ایستاده بودن نمیدام به جا پولی میدادم بانکی که مکه حجاج میخواستم برم مکه، یک پیر مردی مریض این سر همون تو صف ایستاده بود. اون آیان کارمندان بانکی ها اینا شناختن، گفتن که اون آقا بیاد، یعنی زودتر بیاد بگیره. پیر مرد بود، بی حالم بود، اونها دیدن هی میشینه بلند میشه و ضعیفه. من خودم اونجا ایستاده بودم، تو صف بودم، گفتم اینطوری میگوین شما تشریف ببرید شما را زودتر از دیگران. گفت پس اینا کجا میرن؟ اگر من پیش خدا میخوام برم از حالا شروع شده دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، الان از حالا بارگاه خداست، در بارگاه خدا من با او فرق دارم، نوبت من اینجاست، نرفتی نرفتی نرفتی. اینا من خودم دیدم و الله بود آقایان هم از اینها زیاد دیده باشید. این میتواند بره بگی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک، این میتونه بگی حقشه، به جهت اینکه احترام خدا را اونجا شروع کرد که احترام بندگان خدا را شروع کرد به جا آورد. بهش گفتن آقا بیای شما بگیر خدا، شما خودم دیدم. گفت نمیرم ولو اینکه اینجا بیفته. نرفت تا نوبت رسید و بعد خب بپرهیز. ها اینجا هم باز نمیفرماید که مقدم ندار خودتا، ایاکس بپرهیز خیلی به علیه توش، خیلی ضرر داره به تو. مثلا درست نزد این که مالک ایاکه به اینکه سم بخوری، سم قاتله. مقدم داشتن خود در اونجا که مردم اونجا مساویان، البته یه دفعه این است که نه مردم مساوی نیستن، این آقا زحمت کشیده، عرق جبین ریخته، الان حقی پیدا کرده به این زمین، حقی کرده به این پیدا کرده به این کالا روش جانش، یه اون است که همه مساویان اونجا، شما به چه در مقدم بشید؟ چرا خودتون رو ترجیح بدهید؟ ایاک و الاستعثار بمن ناس فیه
عصبه. باز میفرمایید که اناس داره دو جملاتی که اینا اناس ها بود، جملاتی که رعیت به طور مطلق در اونها به کار رفته است. مفهوم این کلمه همون گونه که در اول مبحث اشاره نمودیم عمومی مردم جامعه است که یک سراست آنان را اداره می کند. اولین جمله‌ای که رعیت اونجا آمده و خدایا می شود که بشر چنین روزی را ببیند، جمله اینه: و اشعر قلبک الرحمت للرعیه و المحبت لهم و لطف بهم و لا تکونن علیهم سبعا واریا تغتنم اکلهم. اگر این دوای درد شما انسان ها نیست، دوا نداره دردتون، بی خود مرتن نشید. اگر این نیست، نه این فرماید محبت کن، نه این فرماید که لطف کن، نه این فرماید عدالت کن. میگه میدونی چه میگم؟ چنان که الان عاطفه به فرزند زیبای مهربانت تو قلبت در میابی. اینا دارم میگم، میفهمی یا نه؟ یه نفر همسر عزیزی داره، از همه جهات محبوبشه، چطور محبت او را در دل داره؟ پدر مهربانی داره، پدر فرزند خیلی مهربانی داره. اونجا وقتی فرزند پدر فرزند مهربانش را میبینه، اونجا میاد میگوید که صبر کنید بگم، از جهت اینکه شکل اول منطقی بدیهی ترین اشکال است در منطقه سوریه ارسطو، حتی منطق ریاضی هم نمیتواند اشکالی داشته باشد، من باید شما را دوست بدارم. این حرفه ها نیست، قلبش اونجاست. یه قلبت اونجا باشه، به قلبت بفهمانی را اشعر، نه اینکه به تو دست رو بیدم. محبت بورز، محبت بورز، امر کردم، بعد تو برو ببین. امر افاده وجوب میکنه، بعد دیگه خب چون امر است افاده وجوب میکند. خب افاده فور و تراخی نه، اونم از ماهیت خود امر خارجه، مگر قرائن دلالت کنه. یا الله، اشعر قلبک، با انسان سر و کار داری، تو را به انسان ها فرستادم. به چه ها؟ نه چه ها، که داریم مالک ها، چه داریم. از اول حواست جمع باش که رفتی پیش که ها، نمیتوانی خجالت نکشی، مالک به من بگو من نمیتوانم، اینقدر دوستت دارم، یک ذره هم از محبت تو من به تو کاسته نخواهد شد ای پسر حارس، ای که خیلی هم دوستت دارم، خیلی دوستش دارم، خیلی خیلی. همونی که اهانت کردن مالک، اون شخص مالک رد شد ره، وقتی بهش گفتن فهمیدی که بود که به او اهانت کردی؟ گفت نه، که بود؟ گفتم مالکش در او مالک بود. گفتم بله داوید. آمد دید و یا علی چه انسان هایی ساختی، کم بود ولی چه بود، هر کدوم یک تاریخ. والله آمد دید، رفت آمده مسجد داره نماز میخونه، مرد استاد تا نمازش تمام شد و خواست عذر بخواهد، مثلا به اسلام آمد دست شو پاشه بوسه، گفت چی میگی؟ گفت آمدم عذر بخواهم. گفت آمدم برای تو، دو رکعت نماز خوندم و برای تو مغفرت و عفو طلب کنم. ببین اون کیه که اینا تربیت کرده، کس که سلح دومین سلح شور اون زمان بعد از علی، البته حسن این علیه السلام به جای خودشون از نظر انسان های معمولی بزرگترین سلح شور اون زمان، هزار تا او را میتونست. ها توی من اهانت کردی؟ نه، ولایج من نکن شنعان قومین الا الله تعدیلو. مربیش بهش گفته، اونم پذیرفته، تمام شده، تمام شده. خب ملاحظه فرمودی که این هم رعیت، همش رعیت و اناس. بنابراین روی سخن در فرمان مالک با تمام قرون اثار است، با تمام جوامع. اجازه میدید که اینجا بس باشه و همه شما را به خدا میسپارم. اجازه میبینم این جمله اینجا چیه؟ ها، این که از آیان تذکر دادن که اون جمله که من عرض کردم نسبت مالک به من، نسبت من به رسول الله صلی الله علیه بود، اینجا نمیشتن یه توضیح بدهید. اینه: چنان که نسبت علی ابن ابی طالب بر پیغمبر بسیار نزدیک بود. آیه مباهله را تمام مفسرین نوشتند. وقتی که امیر مومنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه به اونها فرمود که قل تعالو، آیه قل تعالو، چی بیایید بابا خودمون را، فرزندانمون را، زنهامون را، شما هم خودتون را، فرزندانتون را، زنهاتون را بیارید
ما با مباهله کنیم. حق با هر کس خدا نشان بده. اینم مسئله ایسا عزیزترین انسانها را بود که اگر نابود میشن عزیزترین انسانهاش میشد دیگه، درسته؟ اون وقت تمام مفسرین نوشتن که انفسنا تطبیق شده به علی بن ابی طالب علیه السلام، یعنی او بوده به منزلی نفس او. نزا میشود گفت روی اون جمله مالک مثل نفس علی بن ابی طالب بود. و واقعا هم اگر نظر تو میشه در تاریخ این مرد پیروز شده بود، قائله دشمن را داشت تمام میکرد. گفت مالک بیا. گفت چشم. یک پیروزی تاریخ را از دست داد چون امر کرد بشه. گفت مالک بیا. اون دستیسه که میدونه دیگه، او را بلند کننده ها. خب مالک زود بیا. شما دقت کنید اینجا چشم یعنی چه؟ خدایا مقام انسان به اینجا میرسه. پیروزی بود، اصلا تاریخ را داشت دیگرگون میکرد. مالک معلوم شد حمله تمام شده بود و داشت درچیده میشد دستگاه شام. علی بن ابی طالب گفته بیا کوچش آمده. این را میگن چون چرا؟ چه کسی گفته؟ اون کسی گفته است که از روی سینه خودش بلند شده دیگه، از روی سینه در اون تابلو ها، حداقل تابلو از روی سینه عمرو بن عبدود بلند شده. چون بلند شده به او گفته است که مالک امر کامد احساس تکلیف از بالا شروع بشه، جان تو باید درگیر او باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.